شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید که روزهای دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. حقیقتشو به شما بگم، خواستم از گلودرد و حال بدم ابتدا معذرت خواهی کنم، نکردم، ولی به نظر میرسه که زور طبیعت بیش از اینه، منو وادار به اون کار، از این بابت متاسفم. اینی که اجازه بدید از ایشون خواهش کنم که دنباله مطلب رو هر گونه که مایل هستند ادامه بدن. خواهش بفرمایید. میکنم، خیلی متاسفم که این طبیعتی هم که ما صحبتش رو کردیم که بر روش ظلم حرکت میکنه، شما رو هم بی‌نصیب نگذاشته از مظالم خودش، و انشالله که هرچه زودتر این کسالت برطرف بشه. اما عرض میکردم که بلغم در دو حوزه مدنی و کیفری، من دو مثال میخواستم بزنم، ساختارهایی رو که در حقوق امریکا وجود داره که در مسیر برقراری نوعی عدالت قضایی اصولا، حالا در این برنامه یا برنامه آینده بنده به تفسیر عرض خواهم کرد که عدالت قضایی منظور چیه و فرقش با عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی چیست. ولی عدالت قضایی یعنی اون چه که مربوط هست به فصل خصومت، یعنی از بین بردن دعاوی به هر چه زودتر، بیان که مردم رو سالها سر، البته در عمل ما میبینیم که مردم واقعا وقتی سر و کارشون به دستگاه قضا میفته ممکنه سالها گرفتار باشن، ولی هدف اصولا در پشت پرده قوانین مربوط به دادگاه ها و نظام قضایی این است که اختلافات رو حل کنن به هر قیمتی. نمونه بارزش ما در تاریخ داریم، حضرت سلیمان که پیغمبر بود و شاید بزرگترین و عادلترین قاضی تاریخ بود، چون قضاوت هم میکردیشون، و وقتی که دو زنی بچه نوزاد رو بردن پیشش و هر کدوم ادعای مادری میکردن، قضاوت حضرت سلیمان این بود که بچه رو از وسط نصف کنیم، نصفشو بدیم به این، نصفشو بدون، برای اینکه هدف اینه که فصل خصومت بشه، یعنی دعوا تمام بشه، وگرنه خیلی در مسائل قضایی و دادگاه ها توجهی به اینکه حق به مفهوم دقیق کلمه متعلق به کیه و چگونه باید این حق رو رعایت کرد متاسفانه وجود نداره، بلکه هدف رفع اختلاف و فصل خصومته. به همین دلیل است که در نظام رویه قضایی یا در نظام رویه کیفری و همچنین رویه حقوقی از لحاظ آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی، ما بارها به مواردی برخورد میکنیم که شما یک مدرکی رو که میتواند بیگناهی شما رو ثابت کنه یا حق شما رو از طرف بگیره، اگر تا امروز ساعت 5 بعد از ظهر رسوندید به دفتر دادگاه به نفع شما میشه پرونده، اگر شد 5:01 دیگه نمیپذیرند از شما و شما پرونده رو میبازید، با اینکه از لحاظ حقوقی و ماهیت عام همه حقوق با شما، حق با شماست، اما خب تکنیک و اون آیین دادرسی دست و پای افراد میبنده برای اینکه بیارن در یک چارچوبی. و در این ارتباط میخواستم عرض کنم که ما در حوزه دعاوی حقوقی و مدنی استچید آف فراد رو داریم که میگوید که قراردادها معمولا 99% قرارداد باید نوشته باشه، با یک طبق یک اصولی باید تهیه شده باشه تا معتبر باشه. زمانی که با یک تار مو و یک تار سیبیل افراد با هم تعهد میکردند و قرارداد میبستند و به عهد خودشون هم پابند میبودند، سالهاست که گذشته و حالا دیگه عقد بین قائبین، که یک زمانی ما بحثمون این بود که اگر دو نفر در یک مجلس حاضر نباشند و یه قراردادی رو بخوان امضا کنن، این امروز آفر بده یا ایجاب رو واقع بکنه و طرف دو روز بعد قبول رو امضا بکنه، آیا این قرارداد منعقد شده با اینکه در یک مجلس نبودن؟ ولی امروز میبینیم که با توجه به تکنولوژی که آمده تقریبا 90% قراردادها قرارداد بین قایبینه، یعنی یکی در یک کشور دیگه در شهر دیگه نشسته این رو توسط کامپیوتر و ایمیل و روابط وسایل دیگه قرارداد رو منعقد میکنند. و به هر حال استچود آف فراد میگوید که شما هر چقدر هم توافق کرده باشید و عهدتون هم پابند باشید، اگر که طبق یک مقرراتی نوشته نشده باشه و یک ضوابطی در اون رعایت نشده باشه، ما این قرارداد رو لازم الاجرا و لازم الاتباع نمیدونیم در دادگاه، این قرار رو ما نمیپذیریم.
در امور کیفری هم باز یک ساختار مشابهی ما داریم به نام statute of limitation، یعنی میگویند که طرف جرمی واقع مرتکب شده و این جرم رو بر حسب مورد ظرف 4 سال، 7 سال، 10 سال یا 20 سال در مورد جرائم مختلف فرق میکنه. اگر رسیدگی نشه و به دادگاه نره، ما دیگه صرف نظر میکنیم از ترغیب و پیگرد این فرد، برای اینکه دستگاه قضایی نمیتونه تا ابد دنبال افراد بوده. خب اینم عادلانه نیست، چون طرف یک جرمی، شاید جرم بزرگی هم مرتکب شده، ولی اگر چند سال نتونستن اون رو بگیرن، دیگه رهایش میکنن، برای اینکه این رو جزء اصول عدالت قضایی میدونن. نمیدونم آقای دکتر در این زمینه مطلبی بله. ببینید جامعه دکتر، ما همطور که اشاره فرمودید، هدف اون این هست که دوستان به یه نکاتی توجه کنن که معمولا در گفتگوهای معمول و عادی نیست، و سخن به اینجا رسید که حتی وقتی که شما متهم میشید، از نظر من حقوق بیشتری حتی از یک شهروند عادی و امتیازات بیشتری پیدا میکنید، و به همین جهت است که یک سیستم و سازمانی که یک بیطرف دوم نسبت به موضوع بیتفاوته، برای اینکه من اگر جرمی مرتکب شدم در حق کسی، ولی پلیس یا فرض کنید مأمور دادگاه که در این ماجرا نقشی نداره، خب اوست که خیلی راحت بدون زمینهای اعتقادی و احساسی میتونه واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه، عادلانه رفتار کنه، حالا مهربانانه نه. بنابراین این مسئله بود. ولی وقتی که شما توجه میکنید به آنچه که در بسیاری از جوامع است، با دو تا موضوع روبرو میشید. یکی این که از قوانین حمورابی یا قوانین زمان حضرت موسی که بالای 3400 سال قبل اشاره فرمودید، در هیچ کدام از اینا یه سیستم نوشته شده ای به اون گونه نبود. علتش این بود که اصلا وجود نداشت. یک از هر 1000 نفر یه نفرم سواد نداشت، تازه اصلا کاغذ و قلمی به اون صورت نبود که امروز مطرح اون گونه که اشاره فرمودید. اما نکته دوم این است که بعد از این که اصلا مجرم بودن فردی مشخص شد، به دلیل اینکه سیستمی وجود نداشت جز دو چیز، که یا شما رو تنبیه فیزیکی کنند، شلاق بزنند، دستتون رو قطع کنند، یا اموالتون رو بگیرن، یعنی در مقابلش از شما پولی بگیرن. شما چون زندانی به اعتبار در کار نبود. نتیجتا میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی شما در یه دنیای زندگی میکنید که یک فرد رو با بدنش مجازات میکنن و یا با ثروتش، کار اون تا حدودی قابل فهمه، اما نه اونگونه که او رو کاملا از زندگی و ادامه زندگی محروم کنن، به یه موضوع دیگری توجه میکنید که اصولا در این جوامع عدالت مساویست با مجازات، یعنی مساویست با تنبیه. یعنی حتی شما نگاه کنید، بسیاری از مردم میگه مثلا این وضعیت وجود داره، میگن خب اگر 4 تا رو بگیرن دار بزنن دیگه این کار نخواهد شد، اگه 5 نفر رو بگیرن زندان. یعنی یه نگاهی متأسفانه در بسیاری از جوامع از جمله در جامعه ما هست که اولا متهم مجرمه، دوم مجرم رو باید به شدیدترین صورت ممکن مجازات کرد تا سبب تنبه و انتباه دیگران بشه. یعنی یه کسی باید رو آتیش بزنیم تا بقیه متوجه بشن در چه خطری هستن، و اینجاست که نشون میده یه سیستمی برای برقراری عدالت چه ظلمی میکنه. و وقتی که این نگاه به سیستم حقوقی و قانونی، عدالت مساویست با تنبیه و مجازات، معلومه که بر سر جامعه چی میاد. اما موردی که آقای دکتر برخی از اوقات وجود داره این هست که شما رو به اشتباه یا با تخلف کم مجرم بزرگی میشناسند، یعنی شما رو در شرایط و وضعیتی قرار میدن که نه، تو بیگناه نیستی، یا جرمی که میگی مرتکب نشدم نشدی، جرم مرتکب شدی، مجازات تم اینه، ولی مجازات تو به دلایلی که تازه به تو مرتبطه که نباید باشه بیشتره. بعد از این مدتی شرطی میگذارید برای که اون موضوع بره کنار، یا اصولا متوجه میشید که نه، اون آدم تخلفی نکرد. اون آدم حالا حرفش این است که پس بیایید حداقل اعاده شرفی بکنید و بگید ما کسی رو که انداختیم زندان، این واقعا قرار نبود بره زندان، اشتباهی صورت گرفت. اون چیزی که خود شما میدونید در امریکا اتفاق میفته و به هر حال به دنبالش پیامدهایی داره.
وقتی که شما این حرف رو میزنید میگن نه تو بیا اول یه کاری بکن، چون ما نمیخواییم اون حرمت و حیثیت و احترام و قدرت این سیستم زیر سوال بره، تو بیا اعتراف بکن به جرمی که نکردی تا ما حالا بگیم خب دیدید خودشم قبول کرد، پس مجرم بوده، پس تنبیهش اشکالی نداشته، حالا ما از سر لطف و بخشش او رو میبخشیم. یعنی شما ببینید نوعی سوء استفاده از قدرتی که هست و بعدم مراکز قدرت به همون اندازه‌ای که فرد از قدرت استفاده و سوء استفاده میکنه، اونا هم دقیقا همین کار رو میکنن. شما نمیتونید یک کسی که اتهام کمی داشته یا اصلا نداشته و مجازات سنگینی کردید که نباید میکردید، حالا وقتی میگید خب قبول تو میتونی فارغ از این مجازات باشی، بگه نه حالا تو باید قبول بکنی که این کار کردی که ظاهر کار حفظ بشه که ما کاری رو بد و غلط نکردیم، در غیر این صورت تو همون وضعیت و مورد بمون. یعنی اینجاست که شما از یه طرف متوجه میشید قانون مجازات یا عدل مساویس با مجاز، از جانب دیگه متوجه میشید که در اینجا اون چیزی که قراره باقی بمونه اون جایگاه و مقامی است که تازه بهش دادن و قرار بوده حافظ این منافع و مجری این عدالت باشه، چگونه به ظلم و زور حرکت میکنه. درست متاسفانه مانند حالتی است که تو خانواده ها پدر و مادرها ازش استفاده و سوء استفاده میکنن. یعنی با وجود اینکه میدونند یا حتی نمیدونن، ولی از سر خودخواهی و نادانی است که چنین کردن. به همین جهت است که سیستم حقوقی و قانونی همطور که اشاره کردید که گفتگوها در فضای محیط دانشکده حقوق، باید کوشش کنه تا اونجایی که ممکنه تمام این موارد شناخته شده رو به نوعی کم کنه و حذف کنه تا خاطرش آسوده باشه که در حدی که ممکنه حق فرد بهش داده بشه، قانون رعایت بشه، ولی اینا تا حدود زیادی در مسیر عدالتی باشه که به خاطر اجرای اون عدالت این سیستم حقوقی و قانونی به وجود آمده. بله کاملا درسته، برای اینکه میدونید مسئله اساسی در اینجا اون سوء استفاده‌ای که در جوامعی که قوه مجریه از یک قدرت بیشتری یا یک حالت دیکتاتوری و استبدادی برخورداره میتونه استفاده بکنه و قوه قضاییه و حتی قوه مقننه رو تحت تاثیر قرار بده، و این جای تاسف بسیاره، چون وقتی که استقلال این به قوه تحت شعاع قرار بگیره یا به قول امریکا یا کامپرومایز بشه، ما گرفتاری خواهیم داشت. در ایران خودمون ملاحظه فرمایید که الان بیش از 44 ساله مرتب افراد رو اعدام میکنن به بهانه اینکه این مواد مخدر استفاده کرده یا قاچاق کرده یا در این ترید مواد مخدر بوده. خب اگر قرار بود این اعدام ها اثری داشته باشه و از بین ببره، خب دیگه الان نباید، ولی هر روز میبینیم تعداد این اعدام ها، بعضی وقتا در یک برهه از تاریخ مثلا در ظرف 3 ماه میبینیم روزی 3 نفر رو در ایران دارن اعدام میکنن، و این حیرت انگیزه و واقعا به خاطر اینکه نشون دهنده اینه که چقدر این استقلال و تفکیک قوا در اون جامعه یا جوامعی از اون دست از بین رفته و چقدر اون دولت مستبد ظالم زورگو میتونه بقیه سازمان هایی رو که برای حفظ عدالت و حفظ نظم و یک جامعه مرفه ساخته شده یا پیش بینی شده دستخوش استهزا قرار بده و در واقع پوچی برسونه. ما میدونیم که این مفاهیم عدالت و نظم خیلی مفاهیم شکننده ای، اصولا به نظر من برقراری عدالت مستلزم بهره‌وری از عقل و نظم، یعنی ما هم عقل رو باید دخالت بدیم در این گونه ساختارهای حقوقی و اجتماعی، هم بر اساس نظم عمل کنیم. حالا عدالت و نظم رو خب خیلی مرزهای نزدیکی به هم دارن ولی معانیشون متفاوته، چون عدالت اصول مربوط به انصاف و بی‌طرفی و حقانیت در یک جامعه رو نشانه میزنه، در حالی که نظم حفظ و برقراری آرامش و هماهنگی جامعه رو در نظر داره. بنابراین کجا ما میتونیم
از طریق عدالت به نظم برسیم یا از طریق نظم به عدالت برسیم. به نظر میرسه که نکته اصلی در اینجاست واقعا، برای اینکه به نظر من بعضی وقتا نظم و عدالت که با هم تعارض پیدا میکنن، اگر ما زیاده از حد بر نظم در یه جامعه تاکید کنیم، اون جامعه به سمت دیکتاتوری و ظلم و استبداد میره، و اگر خیلی بخوایم بر تفهیم و تساوی عدالت تکیه کنیم، جامعه ممکنه به هرج و مرج بره و به اصطلاح دچار بی‌نظمی بشه. اینه که این مباحث در عین اینکه خیلی دقیقه، خیلی هم ظریفه و خیلی احتیاج به شاید مداقه و تعمق زیاد داره. حالا نمیدونم نظر اصلی در این زمینه. دکتر عزیز ببینید، این موضوع فوق‌العاده مهمه، برای که به نظر میرسه اشتباه در باره نظم و عدل برخی از وقت هزینه های سنگینی برای نظام اجتماعی داره. اولا بذارید ببینیم نظم تقریبا چه معنا یا مفاهیمی درشه. اولین مسئله نظم این است که هر چیزی سر جای خودش باشه. یعنی وقتی میگید یه خونه منظمه، معناش این است که جایی که مربوط است به ظرف ها اونجا باشه، وسایل خواب تو اتاق خودش باشه. یعنی اول یه فرضی شما بر این میگیرید که اینجا جایگاه ها این انداز هست. دوم اندازه هاشون مشخص میشه که نظم وقتی است که شما هزینه یا وقت یا انرژی رو به گونه ای که باید تقسیم کنید داره. یه مفهوم دیگر نظم این است که سیستم رو وامی داره که در حد اکثر توان خودش بتونه عمل کنه. یعنی وقتی که در یه هواپیمایی در 200-300 هزار تکش نظمی و ارتباطی و هارمونی برقراره، این هواپیما میتونه بی خطر و با سرعت زیاد بدون حرکت کردن یا تکان خوردنی پیش بره. اما برخی از اوقات مسئله نظم مرتبط میشه به اصل تقدم و تأخر. یعنی من اول جورابمو میپوشم بعد کفشمو. یعنی نظم در اینجا میگه اول جوراب بعد کفش. من نمیتونم کفشمو بپوشم بعد جورابم روش بپوشم. بنابراین خیلی از اوقات این مفهوم نظم. حالا اشکال کار اینه که بزرگترین فریبکاری حکومت ها اینه که نظم رو با عدل اشتباه میکنن. یعنی به بهانه نظم که کنارش ظاهرا مسئله امنیت، زور رو فراهم میکنن. شما از فرض نگاه کنید، وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی به معنی حکومت نظم و زوره، به معنی عدل نیست. بله. و این رو وقتی که بیان میکنن، به همجاست که نوع قوانین عوض میشه، میزان مجازات عوض میشه، دادگاه مربوط به اونا عوض میشه. چرا؟ برای که شما در یه شرایط خاصی قرار میگیرید. به همین جهت است که اون چیزی که نظم رو بعد از درستیش و اندازه بودنش سر جای خودش قرار میده، میتونه مجازات و مکافات باشه، ولی برای عدل نه. یعنی اونچه که به عنوان اساس نظم، وقتی که مثل چشم من، ابروی من، دهن من، باید سر جای خودش باشه تا اینکه بشه گفت نظم برقراره. و یا شما در یه سیستمی به این آدم 10 دلار، به اون آدم 20 دلار میدید که عادلانه است، منصفانه است و نظم رو برقرار میکنه. اشکال کار دنیا اینه که ما میایم بر اساس میل خودمون و یا زور و قدرتی که داریم جاها رو مشخص میکنیم. توافقی نیست. ببینید، شما در یه مسابقه بسکتبال یا فوتبال آمدید به گونه‌ای نسبتاً بی‌طرف تا حد ممکن بیان میکنید که مثلا ما 2 تا 45 دقیقه فوتبال بازی میکنیم یا 4 تا 12 دقیقه بسکتبال. ما قرار توپ رو از این سمت به اون سمت مثلا در بسکتبال در این فاصله ببریم. ما قرار هست که اگر پامون 1 میلیمتر 1 سانتی متر از این خط خارج بشه، مرتکب به خطا شدیم، توپ رو ازمون میگیرن. اینا وقتی که به گونه ایست که علیه کسی نیست، میشه پذیرفتش. همطور که اشاره فرمودید، شما میاد یه حداقل مثلا میگید سن رانندگی اینه، سن ازدواج اینه. معلومه یه سال قبلش یه سال بعدش میتونه درست یا غلط باشه برای یه عده‌ای، ولی آمدید گفتید ما باید خط رو بکشیم اونجا که مجبوریم خط رو میکشیم.
اشکال کار در این است که این خطها اینقدر یک طرف است که حد نداره و من همیشه واقعا اذیتم میکنه و بارها هم رو خط رادیو عرض کردم. دانشجویی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اومد پلوی من گفت من با شما درس رفتار جمعی رو داشتم و نمرم جیم شده، چون ما در دانشگاه تهران الف به جیم دال ه میدادیم، جیم شده. من الان سال دوم رو تموم کردم، 72 واحدم رو باید بگذرونم، معدل من کمی کمتره. اگر معدل من به اون جایی که در حقیقت جیم هست نرسه اخراج میشم و تمام زندگی من اصلا پاشته میشه. من از یک شهر کوچک از یک دهی آمدم، پدر مادر من امیدوارم من درس بخونم، من مریض شدم اینجا کار میکردم به و که اصلا اوناش موضوعی مهمی نبود. بهش برگشتم گفتم من حاضرم نمره تو رو عوض کنم، من میرم چون موقع ما میرفتیم تو شورای دانشکده، من میرم تو شورای استادان میگم من اشتباه کردم، نمره جیمم رو میخوام الف کنم. ولی آیا اگر من این کارو بکنم تو نجات پیدا میکنی؟ گفت نه، دو تا استاد دیگه هم باید این کارو بکنه. گفتم برو به اونا سلام منو برسون، خواستن میتونم من تماس بگیرم، معذرم این کارو بکنم، ازشون خواهش کن و بگو فلانی گفت که لطفا شما موافقت کنید زندگی جوان اصلا پاشیده نشه. بعدش دیگه خبری نشد. فردا صبح اومدم دانشکده، به من گفتن که اون پسر خودکشی کرده و مرد. یعنی من یک بار متوجه شدم که این عدد الف به جیم داری که ما درست کردیم، که حالا تازه باز دانشگاه تهران خوب بود، دانشگاه‌های دیگه 1, 2, 3, 4 داشتن، 9.5 گرفتی، 9.75 گرفتی رفوزه، یعنی شاهکار بود اصلا کار ما تو این زمینه که آدم باورش نمیشد. من همون موقع یه مقاله نوشتم که تو کیهان چاپ شد، کیهان اون زمان، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، عنوانش این بود. شما نظم رو برقرار میکنید، بله معدلش نرسیده، 72 واحد گذرونده، باید به اینجا میرسید، یک کمی کم داره، دو تا نمره اگر عوض میشد تمام زندگی اون آدم عوض میشد. خب بیاید یک فرصتی بهش بدیم، 4 درس بهش اضافه بدیم، بگیم یه درسای دیگه باید بخونه، 5 بعدن باید نمره الف بگیره تا بعدن جبران کنه. خب راه پیدا کنیم براش که بتونیم عدالت رو همراه با محبت، با یاری، همکاری، دوستی برقرار کنیم. چرا بیایم خطا رو میشیم؟ حتی این گروه رو که در این خط مثلا مرزی قرار میگیرن باشون صحبت کنیم ببینیم چه کار میتونیم براشون بکنیم. خب مرد، بچه مرد، خودشو کشت. خب شما چطور میتونید در یه جامعه بیاد همینجوری 1, 2, 3, 4 کاملا برخ از اوقات ذهنی، بعدم به میل خودتون. من دوستانی که اون زمان از دانشگاه آریامر که شریف الان هست بیرون میامدن، معدل کل دانشگاه بود 11.5 مثلا. علت چی بود؟ که شما خودتون میدونید استادایی بودن که میگفتن 20 مال خداست، 19 مال پیغمبر اکرم، 18 مال ائمه اطهار، 17 مال نمیدونم بنیانگذار این، ما از 15 نمره میدیم. بله بله درسته. یعنی شما فکرشو بکنید، اسم اینا نظم نیست، اسم اینا زوره، اسم اینا ظلمه. و به همین جاست که وقتی امروز صحبت از مسئله نظم یا نظام میشه، ما باید بدونیم قصدمون از نظم و نظامه یا از زور و قلدریه. خب ملاحظه فرمودید، به نظر من همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، چون طبیعت قانونش بر ظلم استوار شده، این که ما به عنوان محصول طبیعت داریم دم از عدالت میزنیم و دم از برقراری یک توازنی بر اساس موازین عقلی و اخلاقی در جامعه میزنیم، خیلی به مقام انسان اضافه میکنه. یعنی کاری رو که طبیعت نتونسته بکنه، حالا انسان این در سرورده کوچک طبیعت میخواد انجام بده. و بعد به ویژه اگر نگاه بکنیم به کل عالم و اینکه چقدر موجود کوچک و ذره ناچیزی سر این گستره هستی، چقدر این مباحث میتونه عمیق باشه و چقدر میتونه عالی باشه. البته تصدیق باید کرد که اجراش و منصه ظهور و عمل در آوردنش چندان راحت و ساده نیست، و ولی خب همین که این بحثا بشه و انسان این مباحثات رو انجام بده خیلی کمک میکنه برای راهگشایی. و شاید باز این برمیگرده به اون تخصص جناب عالی که اگر همیشه فرمودید که تا بچه‌ها رو چند سال اول زندگی بچه‌ها رو درست نکنید جامعه درست نخواهد شد، و به خاطر اینکه یک قواعد یکسانی باید در ذهن آدم‌ها کاشته شده باشه که بتونن همه بر یک اساس حرکت کنن، وگرنه
یه عده بر اساس زور میخوان ستم کنن، یه عده دنیا رو یه جور دیگه میبینن، بشر رو یه جور دیگه میبینن. تمام این اصول الان در حقوق کشورها هم که ما حالا بحث حقوقی داریم میکنیم، در مواردی میبینیم که چقدر متفاوته. یعنی مثلا انسانهای که فلان دین رو دارن یا انسانهایی که در فرهنگ فلان کشور بزرگ شدن، قوانینشون چقدر در بعضی از موارد با قوانین یه جای دیگه فرق میکنه و کاملا مثل شب و روز اصلا جداست. نمونش مباحث اخلاق، مباحث خانوادگیه که ما در ایران وقتی درس میخوندیم به ما میگفتن اگر زن شوهری آمدن خواستن طلاق بگیرن، وظیفه شما اینه که تا جایی که میشه نصیحتشون کنید و منصرفشون کنید. در امریکا برعکس، استاد ما میگفت که اصلا وظیفه شما نیست، باید اون برن پیش مشاوره و روانشناس و اینها، اگر کسی آمد گفت من طلاق میخوام شما باید کارش رو انجام بدید، بی خود دخالت نکنید در این داستان. و اتفاقا خب دو نحوه مختلف به نگاه کردن به یه موضوع واحده. من شخصا فکر کنم سیستم امریکایی از این جهت بهتره، برای اینکه واقعا کار وکیل نیست که بخواد دخالت کنه در این کار، شما برید آشتی کنید و اینها. من یادم میاد که دوستی در ایران آمد یه روز پیش من که من میخوام جدا بشم از خانومم، و من طبق اون روشی که اونجا به ما یاد داده بودن گفتم حالا بشین صحبت کنیم، و رفتیم با هم شام خوردیم و کلی نصیحتش کردم برو حالا به تقاضای بخشش بکنه، یه گلی و یک کادویی بخره ببر شام با اینا. فرداش زنگ زد به من گفت خیلی ممنون، نصیحتتو گوش کردم و ما با هم آشتی کردیم و خیلی خوب. و بعد هم بچه دار شدن اینها، صاحب یه بچه شدن، و 2 سال بعد 3 سال بعد دوباره کارشون به اختلاف رسید. یه جایی گفته بود که ما کارمون اختلاف، من جدا میخوام بشم، دوست مشترکی گفته بود خب برو پیش دیروز دیگه، گفت نه بابا اون دفعه رفتن یه بچه هم رو دست ما گذاشت برای اینکه با این نصایحی که کرد و اینا ما رو آشتی داد. و من دیدم خب واقعا حق نبود که من دخالت کنم از لحاظ آشتی کردن. این است که مواضع مختلف رو جوامع مختلف به گونه های مختلف نگاه میکنند. آی دکتر ببینید، حالا نکته فرمودید که بسیار بسیار مهمه. شما اشاره کردید که در وقتی که کسانی میان و شما فرض کنید وکیل طلاقید، درسته اسمش وکیل طلاقید ولی وکیل حل مسائل زناشویی و خانواده اید که حقوق افراد، حرمت افراد، حیثیت افراد همه حفظ بشه و کمترین آسیب به خود اونها، فرد اونها و بقیه بخوره. بنابراین هم طور که به شما گفتن وظیفه شما نیست. بذارید این نکته رو من اضافه کنم. هیچ روانشناسی، هیچ روان درمانگری حق نداره پیشنهاد ازدواج و طلاق بکنه. یعنی اگر پروی شما اومدن وظیفه شما اینه که بیاد ببینیم اگر شما با هم بمونید جنبه‌های مثبت و منفیش چیه، چراغ‌ها رو روشن کنید ببینید. بعد اگر جدا بشید جنبه‌های مثبت و منفیش چیه، حالا تصمیم بگیرید. ولی انتخاب با شماست. حتی توصیه، پیشنهاد درستی است. من رو خط رادیو این رو رعایت نمی کنم، برای که اینجا بر اساس اصل آزادی بیانه. این دوستان نه مریض منن نه مراجع منن، ولی در هرگز من تو کارم که با بیش از 25,000 نفر افتادم، 15,000 تای زن شوهر بوده، هرگز تکرار میکنم یک بار نشده به شما به کسی پیشنهاد ماندن یا رفتن رو بکنم. برای که پیشنهاد توصیه درستی، فقط شما میتونید بگید ماجرا اینه. نکته که شما فرمودید بسیار مهمه آی دکتر. صدها مطالعه علمی شده که بسیاری از اوقات طلاق همیشه بده. طلاق همیشه قسمت‌هایی از وجود آدم‌های درگیر رو حتی قطع می‌کنه برای همیشه. اما بسیاری از اوقات ادامه یک زندگی آسیبش به افراد یا برخی به مراتب سنگین‌تر و بدتره. همیشه عرض من این بوده، شما زندگی رو به جایی رسوندید که انتخابتون بین بد و بدتره. یه انتخاب بدی دارید این زندگی، یه تصمیم دیگری دارید طلاق. مهم اینه که شجاعت اینو داشته باشید، واقع بینین داشته باشید که آنچه بده رو انتخاب کنید به این امید که به تدریج بهتر بشه. بنابراین هرگز اصلا پیشنهادی که در دنیای علم امروز از نظر روانی و در کار روان درمانی هست این نیست که آدم ها رو کوشش کنید به هم برسونید و بچسبونید و یا آدم هایی رو نگذارید جدا بشند. ولی مهم اینه که
آسیب در کدامش بیشتره؟ نکته که شما اشاره فرمودید، شما برخی از اوقات زن و شوهری که ازدواجشون غلطه، رابطه غلطه، به خاطر فشار اطرافیان یا هر چیز دیگری، چون دهها و صدها دلیل داره، کنار هم میمونن. اون وقت دو تا سه تا بچه بیمار، گرفتار، که بعدن تا چند نسل آسیبشون به بقیه میخوره و خودشون رنج میبرن. دوران من صدها بار دکتر عزیز تو کار دفترم با دوستانی روبرو شدم که دو چیز رو هم، سه چیز رو هم من گفتن. یک، اگر پدر و مادر ما جدا شده بودن ما این همه رنج نمی کشیدیم. دوم گفتن حالا که طلاق گرفتند ما آسوده شدیم، برای که هر دو رو داریم و تازه بیشتر مواظب مراقب ما و خودشون هستن. و سوم یه دهی گفتن حالا که جدا شدم آزاد شدم و رها شدم. بنابراین طلاق همیشه بده، مثل جراحی است که همیشه بده، ولی مهم مسئله نتیجه شه. بنابراین روزی که شما در معرض این پرسش قرار میگیرید که در یه ازدواج بمونم یا برم، پرسش اینه که کدام بدتره. پرسش اینه که هیچ کس نمیگه هیچ کدومش خوبه، نه این زندگی بد خوبه و نه این طلاق خوبه، هیچ وقت طلاق خوب نیست، اما کدام بدتره و بر اون مبناست است بگم. بنابراین نه وکلای دادگستری و نه متخصصین روان درمانگر، هرچی روان پزشک روان شناس هرچی هستن، هرگز ازدواج و یا طلاقی رو توصیه نمی کنن، تأکید نمی کنن. حرف این است که شما بین این دو خودتون انتخاب کنید. اونا وظیفهشون روشن کردن چراغ ها، دادن آگاهی هاست که الان روی این بچه ها چه اثری داره، بعدن چه خواهد داشت، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، روی همه، و این مجموعه رو شما نگاه کنید و بعد این تصمیم رو بگید. اجازه بدید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم سخن رو با هم در قسمت آخر ادامه دیم. شنگ رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد، همچنین در روز شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر پخش دیگری خواهد داشت. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل سابق دانش ایران بودیم و دادگستری ایران و وکیل کنونی دادگاه های امریکا هستیم. سخن و گفتگو به اینجا رسید که به نظر میرسه جهت و هدف اصلی و اساسی نظام حقوقی قانونی و قضایی در مسیر اجرای عدالت و عدالت رو با مجازات و با نظم مخصوصا نباید اشتباه کرد، به هم مرتبطن ولی برخ از اوقات درست در جهت عکس هم قرار میگیرن. اما آنچه که مفهوم عدالت است که مانند بقیه مفاهیم اخلاقی بسیار پیچیده و برخی از اوقات تعریف ناپذیرند، میدونیم که در طول تاریخ با سه اصل دیگه همراه بوده: واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، و محبت و مهر و دوستی. و یکی هم تازه پیدا شده ظرف 100 سال گذشته، اون حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است. بنابراین ما معمولا درباره 5 اصل اخلاقی یعنی مورالیتی صحبت میکنیم. این 5 اصل اخلاقی به نظر میرسه بایدهایی است که به عنوان اصل، به عنوان اصول، به عنوان اساس پذیرفته شده است. هم از نظر فلسفی میشه درباره سخن گفت، هم در دنیای علم میشه راجبش گفتگو کرد که شاید به وقت دیگه موکول بشه. آنچه که برای من مهم هست این است که در کنار نظام اخلاقی، در پایین تر از اون در جوامع که مخصوصا در گفتگوهای جامعه شناسی مطرحه، نظام ارزش هاست، یعنی value system. اخلاق باید هاست، value system واقعیات مرجح هست، یعنی واقعیاتی که ما چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم. ما محبت رو و دوستی رو به دشمنی ترجیح میدیم، ما سلامتی رو به بیماری، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم و به عنوان نظام ارزشی value system شناخته میشه. اما این اصول ارزشی هرگز نمیتونه با اصول اخلاقی در تضاد باشه، یعنی ملاک اندازه‌گیری ارزش ها اصول اخلاقی هست، در حالی که متاسفانه بسیاری از ارزش‌ها ضد اخلاق
و ضد نظامی هستند که ما به عنوان انسانی میشناسیم که معمولا از ارزش ها نشه میگیرن. یعنی ما نظام اخلاقی داریم، نظام ارزشی و انسانی داریم که اینا باید با هم در همراهی و تطابق باشن. بعدم اصول اخلاقی کلی ترن، ارزش ها یه مقدار جزئی ترن. اما در کنار این نظام ارزشی است که و پایین تر از اون نظام هنجاری جامعه است. هنجار یعنی قواعد رفتار، و مهمترین نوع تعیین کننده قواعد رفتار قانونه. به همین جاست که بحث ما اینجاست. این نتیجه رو میخوام بگیرم که یه جامعه یه ساختار اخلاقی داره، یه ساختار ارزشی داره که اینا با هم باید مرتبط و منطبق باشن. این ارزشی که باید با اصول اخلاقی منطبق باشه، و سوم یک سازمان هنجاری داره که برجسته ترین اون قوانین و مقررات هست. سنت، آداب، رسوم، مراسم، مناسک، به هر حال خیلی چیزهای دیگه است، ولی اساسش بر قانون. نتیجتا قوانین باید در مسیر ارزش ها و در همراه با اصول اخلاقی باشه. یعنی همیشه اونها مبنای ارزیابی قوانین هستند. درجه این موضوع به همین جهت اهمیت داره که در یه جامعه مهم این است که وضع قانون تا چه اندازه به ارزش‌های انسانی کمک می‌کنه و اونها رو پیش می‌بره، و چگونه این ارزش‌های انسانی اصول اخلاقی رو تعمیم میدن و در جامعه پیاده می‌کنن. در نتیجه ما نظام اخلاقی، نظام ارزشی و نظام قانونی رو داریم که آقای دکتر مشکی بهش اشاره کردن که مسئله عدالت که موضوع اصلی و اساسی بحث و گفتگوی ماست و در سیستم حقوقی و قانونی و قضایی هدف و جهت اونجاست، کاملا بر یه چنین اساسی قرار وضع بشه و پیش بره. حالا هر گونه که آقای دکتر مشکی مایل هستید این گفتگو رو ادامه بدید تا ما برسیم، چون از اخلاق و ارزش ها داریم فاصله میگیریم، بریم سراغ قوانین، و شاید از هفته آینده بتونیم درباره قوانین به ویژه قوانین اساسی یا درباره حقوق بشر سخن رو ادامه بدیم. هر جور که باید هستید خوشحال میشم این گفتگو رو ادامه بدید. خواهش من با کمال میل. فقط قبل از اینکه به این ماجرای قانون و وضع اون در اساس موازین اخلاقی و هنجاری یک جامعه و ارزش های یک جامعه یک سخنی عرض کنم، میخواستم برگردم به اون موضوع که اشاره فرمودید که طلاق ازدواج بد خیلی بده، و بنابراین گاهی اوقات باید ببینیم که شاید یه طلاق بد بهتر از یک ازدواج خیلی بدتر باشه. و نمونه بارز این قضیه رو ما پریروز در همین امریکا دیدیم، در همین اورنج کانتی خودمون. یک قاضی 72 ساله سوپریور کورت امریکا همسر خودش رو به ضرب گلوله کشت. یعنی قاضی قاتل معمولا یه خود خرق عادته، ما نشنیدیم، عادت نداریم ببینیم قاضی کسی که داره بعد از ذات الهی باید تقدیر مقدر بکنه و سرنوشت افراد رو تعیین بکنه، خودش به حدی برسه در یک زندگی زناشویی احتمالا خیلی بد، که در سنین بالای عمر در 72 سالگی پا روی تمام شهرت و آبرو و اعتبار نه فقط خودش بلکه جامعه خودش، همگنان خودش، همسنفای خودش بزنه و مرتکب قتل زنش بشه. و خب این نگفته پیداست که چه زندگی جهنمی داشته که به این مرحله رسیده. بنابراین به نظر من این فرد عجلای که میشه برای تایید فرمایش شما که زندگی بد واقعا بده و اگر طلاق کمکی میکنه برای اینکه شخص نجات پیدا کنه باید این کارو کرد، برای اینکه حیرت انگیز اتفاقاتی که میتونه بیفته در اثر همچنان که در خود مثلا کالیفرنیا یا جاهایی که خیلی بر اساس موازین کاتولیکی تا 60-70 سال قبل طلاق بدون فالت یا بدون تقصیر رایج نبود و باید حتما شخص میرفت تقصیر طرف رو ثابت میکرد تا دادگاه بهش اجازه طلاق بده، انقدر موارد خیانت و فساد و
پول بدن یکی بیاد مثلا با زن اینها ارتباطی برقرار کنه که اینا تصویری بگیرن و برن به دادگاه بگن که مثلا زن من خیانت کرده که مبانی طلاق رو داشته باشن. خب خیلی مفاسدی در اجتماع به بار میاره. بنابراین همطور که اشاره هم فرمودید باید قوانین رو در جهت نظام هنجاری و اخلاقی جامعه، ولی به نظر من مشکل اساسی اینه اگر در یه جامعه نظام اخلاقیش با اون چه که عقل انسان سلیم حکم میکنه در بعضی از موارد معارضه داشته باشه چه باید کرد؟ اصولا آیا اخلاق منشأش چیه؟ در ذهن انسان به صورت فطری یک اصول اخلاقی تعبیه شده که انسان از اونجا شروع میکنه، مثل اصول اولیه‌ای که در فلسفه و منطق به اون میگن، یا اینکه اخلاق مثلا از مذهب آمده یا مذهب از اخلاق. ملزم میکنه یه خورده بحث دقیق میشه و خیلی ظریف و حساس میشه اگر اخلاق یک جامعه با ارزش های یک جامعه که مبنای قانون اون جامعه قرار بگیرن با جامعه مثلا متمدن تعارض داشته باشه چه باید کرد؟ آیا اینا رو میشه احترام قائل شد برای اون جامعه و اون قوانینی که در اون جامعه وضع میشه؟ اگر ما در مثلا فرض کنید در یه جامعه تعدد شوهر داشته باشیم پذیرفته شده باشه، یا تعدد زن داشته باشیم، تعدد زوجات داشته باشیم، و در یه جامعه دیگری به کلی اینها مطرود باشه این گونه، خب ضابطه چیه؟ کدام رو باید بر اساس قوانین، آیا قوانین اخلاقی یا هنجارهای یک جامعه به خصوص یا یک قوم به خصوص میتونه اینقدر ارزش داشته باشه که حتی اگر برخلاف قوانین متمدن جهان امروز باشه باز هم واجد اهمیت و احترام هست؟ اینا مواردی که من حقیقتش جوابش رو نمیدونم و فکر میکنم یه چیزیست که شاید از سالی بتونید یه چراغی برین تاریکی بیفکنید. من یه چراغ قوه کوچکی دارم ولی مثل اینکه باتریش چند دقیقه بیشتر نیست تموم میشه جناب دکتر مشکی، ولی بذارید یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض کنم با توجه به نکاتی که فرمودید اگر خواستید هفته آینده میتونیم راجعش صحبت کنیم. مورد اول، همطور که عرض کردم 5 تا اصل اخلاقی بایدند. به نظر میرسه که ریشه عقلی، واقعی، منطقی و استدلالی دارند. بنابراین میشه همون گونه که فلاسفه کسانی بودن که اصول اخلاقی رو مطرح کردند، همطور که فرض کنید کانت معتقد دو چیز منو به حیرت میاندازه، یکی آسمان پرستاره بالای سرم، یکی نظام اخلاقی درون من ده. یعنی حتی میخوام بگم در این زمینه فلاسفه سوء تفاهمی که از این است که اخلاق از مذهب میاد، ابدا چنین نیست. اصلا هیچ کدام از مذاهب که ما میشناسیم و در جهان امکتون قدرت و نفوذان اخلاقی نبودن، برای که در اصول اخلاقی شما همون 5 اصل رو رعایت کنید، یک جایی که تفاوت میان زن و مرد رو قبول میکنه، تفاوت میان مؤمن و منکر رو قبول میکنه، اصل بردگی رو من یا حرام نمیکنه، ابدا جایی برای گفتن این که من به اصول اخلاقی پایبندم نداره. این یه توهمی است. بنابراین ادیان نظام‌های ارزشی بودن، یعنی یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدادن، نظام ارزشی هستن ولی نظام اخلاقی نیست. پس بنابراین بحث مذهبی نیست، برخلاف توهمی که وجود داره. شما نگاه کنید به همه متون از باگاواتا گیتا 4500 سال قبل گرفته تا کتاب‌های بعدی، ابدا اخلاقی نیست، ارزشی هستن، ترجیح میدن، ترجیحشون بس با درسته، برخ از وقت غلطه، مثل اینکه مؤمن بر کافر ترجیح مرجعه دیگه، یا مرد بر زن برتر، تموم شد. یعنی شما همه چیز هستن باید. اما نکته‌ای که اشاره فرمودید که جایی بحث داره، آیا از نظر علمی جایی برای اخلاق هست؟ پاسخش یا در بدن انسان بله. یعنی شما بیاد فرض کنید برسیم سراغ همین عدالت و انصاف. مطالعات نشون میده که روزی که من و شما بر اساس ملاکای خودمون نه دیگران ظلم میکنیم، یعنی متوجه میشیم که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کرد. فرض کنید من سر یک کنفرانسی دوستی سوالی میکنه، با یه مقدار بی‌ادبی با توجه به فرصت و میکروفونی که دستمه علیه او حرفی میزنم، یا مطلب او رو به گونه‌ای جدی نمیگیرم، یا تو مثلا نوع سوالش رو مسخره میکنه. مطالعات نشون میده که من
از اون به بعد حال بدی پیدا میکنم و حتما دست به یه اشتباهی برای مجازات خودم میزنم. یعنی وقتی میخوام از در پارکینگ بیام بیرون، من که هزار بار از این پارک اومدم ماشینمو به کنار دیوار اونجا میمالم. بله. یعنی من خودم رو تنبیه میکنم. اون احساس بد و حال بد، حتی مجازاتی که برای خودم قائلم، مثلا تصمیم به این میگیرم که برم امشب مشروب بخورم یا تصمیم میگیرم که در حال مستی رانندگی کنم، ظاهر مسئله این است که خب من تصمیم گرفتم مشروب بخورم یا رانندگی کنم، ولی واقعیتش مجازات و تنبیه خودمه و این کاملا توی مطالعات شده. یا معلوم شده که ورز کنید وقتی که من شما نامهربونی میکنیم حتما به خودمون آسیب میزنیم. یعنی وقتی من محبت نمی کنم، ظلم می کنم، به حریم و حقوق کسی تجاوز می کنم، من اذیت می شم. از مغز من گرفته مطالعات روی قلب من، روی جهاز هاضمه من، که این بسا من اسهال می گیرم یا یبوست می گیرم. یعنی من وارد اون حوزه شدم. یا فرض بفرمایید امروز می دونیم روزی که من و شما دروغ می گیم، تغییراتی که دور ماهیچه‌های دور چشم ماست، دور لب ماست و یا حالاتی که در صورت ماست، کاملا جنبه انقباضی و انبساطی به صورت بدی برقرار به وجود میاره. تا اونجایی که تمام کسانی که دروغ میگن یا چشمشون رو این میبرن وقتی میخوان بگن یا پایین میاندازن یا مثلا دستشون رو میارن به بهانه که صورتشون رو مثلا بخارونن یا ابروشون رو درست کنن، به نوعی با پنهانکاری خودشون نشون میدن. یعنی اینقدر آشکاره، یعنی وقتی شما فیلم ها رو میبینید که هزار تا آدم دارن دروغ میگن، حتی مسائل ساده که آیا شما واقعا دلتون میخواد به این مهمونی برید یا نه، و میگه بله ولی دروغ میگه، شما بلافاصله متوجه میشید مثلا دماغش خارش میگیره، دماغش رو پاک میکنه، دست به گوشش میزنه. یعنی اینقدر مشخصه که این که شما میفرمایید به نظر میرسه که در وجود انسانی یه زمینه ای هست که برای شکستن این اصولی که به عنوان اصول اخلاقی است و اثباتش بسیار مشکل شاید غیر ممکنه، به نظر میسته تغییراتی رو به وجود بیاره. همچنین من بارها عرض کردم هر وقت شما میتونید دیگران رو اذیت کنید لطفا بکنید، مشروط بر اینکه من یه قول بدید خودتون اذیت نمیشید. همچنین که بارها عرض کردم وقتی چاقویی به شکم کسی میکنید، ته اون چاقو که به مراتب تیزتر و بدتره تو شکم خودتونه. یعنی شما نمیتونید کسی رو آزار بدید بدون اینکه آزار ببینید. به همین جهت است که اصلا ما چرا یکی رو آزار میدیم؟ اون زمانی است که آزار دیدیم و تازه با انجام اون حالات مختلف پیدا میکنیم. در اینجا با توجه به ویژگی روانیمون یه مقدار تخلیه روانی ممکنه بشه، از یه جهتی آسوده میشیم ولی بعدن نه. بنابراین به نظر میسته همونطور که هفته گذشته شما به درستی اشاره کردید، کودکان وقتی که ظلم میبینند یا وقتی که به نوعی در موردشون تبعیض و تفاوتی قائل میشن، واکنشی که نشون میدن کل سیستم رو به هم میریزن. این همون چیزیست که شما میبینید آدم ها در یه مهمونی یه حرفی میزنن بعد میرن رفت دستشویی، کاملا نشون میده که نوع حرفش رو خودش درست نمیدونسته. بعد تازه مطالعات توی زندان ها نشون میده که مردمانی که در زندانن، بگذاریم از اونه که بیمار روانی هستن که کاملا از خط خارج شدن، همه عدالت رو میخوان ولی اینکه شرایط اونا نادیده گرفته شده، بلایی که بر سر اونا اومده نادیده گرفته شده، باش مسئله دارن. یعنی اون احساس حتی عدالت تو مجرمین هست، یعنی فکر میکنن یه مجازاتی باید میشدن، اما در این حال هم باورشون اینه که خب خیلی دیگران، خیلی افراد دیگر باید مجازات میشدن. حتی فرض کنید پدر و مادر من که این همه بلا سر من آوردن و من رو به اینجا رسوندن. برام این نکته فوق العاده مهمه. یعنی میشه گفت که اصول اخلاقی یه مقدار بایدهایی هستن که در طول تاریخ پذیرفته شده. فلاسفه فکر میکنن به اون رسیدن و سبب امنیت و آرامش و شادی و لذت و رضایت انسان میشه. مطالعات علمی نشون میده اون زمانی که من و شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذاریم اذیت میشیم، خودمون حتی خودمون رو تنبیه میکنیم و برای خودمون مجازاتی قائل میشیم. همه اینا نشون میده یه زمینه ای در انسان هست. اما با وجود همه این حرفا میشه گفت وقتی که من و شما به اینجا میرسیم که آزادی یا عدالت یا محبت یا حرمت انسانی یا واقعیت و حقیقت به عنوان اصول اخلاقی و بایدند و در یه نظام اجتماعی رو میپذیریم و در
کمتر و پایینتر از اون نظام ارزشی رو که صدها مورد میتونه باشه انتخاب میکنیم، حالا آنچه که به عنوان هنجارها یعنی قواعد رفتارن و یا قانون هست باید منطبق با این اصول ارزشی و اخلاقی باشه تا بتونیم نتیجه رو بگیریم. این رو به صدها صورت ممکن نشون میشه داد که اینها ترجیحن. البته ما با مسائل انسانی و اجتماعی روبرو هستیم که بحثش با مسائل فیزیکی و مکانیکی و مادی که کمی و قابل اندازه گیرن متفاوتن، ولی حداقل میشه اینو گفت که روزی که من و شما راست بگیم، روزی که من و شما مهربونیم، روزی که من و شما این فرصت رو و حق رو و حرمت رو برای دیگران قائلیم، خودمون هم حال بهتری داریم و اینو میشه ثابت کرد. مردمانی که این اصول رو رعایت میکنن خوشحالترند، راحت ترند. و نمونه برجستش همه مطالعاتی که روی 10 تا کشور اول جهان که از نظر ویل بینگ یا خوشبختی سالهای ساله هستند، 9 تاشون کشورهای اروپای شمالی هستند، یکیش هم با هماسه. یعنی همه نشون میده که اینا در یه شرایط و وضعیتی هستن و شما وقتی به سوئد و نروژ و سوئیس و دانمارک و فنلاند و اینا میرید متوجه میشید که این مردمان یه تفاوتی تو این زمینه ها دارن. حتی نمونه برجستش درهای نسبتاً باز با توجه به امکاناتی دارن که به روی همه کسانی که از کشور خودشون گریختن و حق زندگی و زنده بودن رو به اونا ندادن فرصت زندگی دادن. جان دکتر، میدونم که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، ولی شاید این سوال رو من مطرح بکنم که اگر لازم باشه در هفته آینده از اینجا شروع کنیم که به این ترتیب اگر که اصول اولیه اخلاقی در نهاد بشر به صورت فطری و دیه گذاشته شده، آیا اینها یونیورسال هست، یعنی در تمام انسانها در همه جای دنیا و در همه تاریخ یکسان بوده، یا اینکه متفاوت هست به مقتضیات جغرافیایی و تاریخی ملل مختلف یا جوامع مختلف؟ به هر حال امید من این بود که با شرکتتون در برنامه من رو کمک کنید، تو یار و یاور باشید، تو مسائل رو حل کنید، تو روشن کنید، ولی خبر نداشتم که در آخرین لحظات پرسش هایی رو مطرح میفرمایید. البته مایل به بحث و گفتگو هستید که بنده باید تو هفته آینده تمام مدت بیخواب بمونم ببینم حرفی برای گفتنش دارم که ندارم، ولی به هر حال ممنونم. شنوندگان خوب و عزیز، با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل امریکا، وکیل سابق ایران و حقوقدان هستیم که این گفتگو رو 2 یا 3 جلسه ایست که داشتیم، یکی مشترک، 2 تا به تنهایی، و هفته های آینده هم درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی سخن خواهیم گفت. با تشکر بسیار از شرکتتون های دکتر مشکی ناچار خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. لطف شما. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.